تفسیر افکار ابن تیمیه در گسترش جنایات جریان‌های تکفیری. اینها بخشی از واقعیات دامنگیر امروز جهان اسلام است که ریشه در تاریخ دارد. قرن 8 هجری قمری یکی از نقاط کلیدی تاریخ مذبور است. در آن سالها فردی به نام ابن تیمیه میزیست که انتشار آرا و افکارش موجب انتقاد شدید علمای سنی و معاصرش قرار گرفت و 4 قرن بعد محمد ابن عبدالوهاب این آتش زیر خاکستر را شعله ور کرد. در واقع تفکرات ابن تیمیه زمین ساز خشونت‌های مذهبی گروه‌های سلفی تکفیری در جهان اسلام است. ظاهرگرایی، نفی تقلید و تفاسیر افراطی از معارف دینی از خطرناکترین اندیشه‌های اوست. او یک ظاهرگرا بود و می گفت فقط باید سراغ نقل و ظاهرش رفت. تعطیلی چراغ عقل ضمن کافردانستن عقل‌گرایان و فیلسوفان و منطقیون دود همین آتش است. این نظریه پایه تعصب است و تعصب زمان نمی‌شناسد. ابن تیمیه نظر متفاوت دیگری هم داشت. او معتقد بود که تقلید از ائمه فقهی اهل سنت نیز جایز نمی‌باشد. در حقیقت او کسی بود که نور عقل را خاموش کرده و می‌گفت با مطالعه کتاب خدا می‌توانید همه احکام الهی را به دست آورید و رجوع به علما را نیز مردود می‌دانست. اما کار به همین جا ختم نشد. او از معارفی مثل توحید تفسیر سختگیرانه‌ای داشت که به کفر و شرک دانستن مواردی همچون سفر برای زیارت قبور بزرگان دین و توسل به ایشان انجامید. علاوه بر آنچه گفته شد، ابن تیمیه دریچه بزرگتری به نام تکفیر را به روی خشونت مذهبی باز کرد. او تکفیر را آنقدر گسترش داد تا جایی که حتی اهل سنت را هم در بر گرفت، چه رسد به شیعیان. ارث برای تکفیر فرزندی جز زمین سازی برای تفرقه جهان اسلام نداشت، چرا که وقتی پای حوزه سیاسی نیز به ماجرا باز شد، تکفیر برای مبارزات سیاسی علیه مسلمانان به کار گرفته شد. این تفکر مدل افراطگرایی محمد ابن عبدالوهاب را سامان و سالها خودش را در شکل‌های مختلف نشان داد تا سرانجام به گردان‌های سلفی تکفیری منجر شد. قرن‌ها پس از مرگ ابن تیمیه، زرقاوی همچنان اولویت را در جنگ با مسلمانان مخالف خود به ویژه شیعیان می‌دانست و داعش نیز همکنون رسالت اصلی خود را مقابل با مخالفان خود به خصوص دولت قانونی عراق و سوریه برمی‌شمارد. ابن تیمیه با ترکیب تعطیلی عقل و انفتاح باب اجتهاد و تفسیر غلط از توحید، تکفیر را گسترش داد و با کشاندن آن به مقاصد سیاسی، تفرقه بین مسلمین و خشونت علیه شیعیان را ترویج نمود. او پدر بزرگ تروریست های تکفیری است.